سلام، شنبه 2 بهمن 89 22 ژانویه 2011 میلادی در مورد 11 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شرق تهران شعار نویسی گسترده‌ای در دانشگاه کردن که طی اون خواهان آزادی زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان دانشجو و شعارهای دیگه جنبش رو نوشتن. نکته دوم اینکه در شهر تایباد استان خراسان آقای مولانا موحد فاضلی امام جمعه اهل سنت شهر رو سپاه و نیروهای امنیتی تصمیم گرفتن از کار کنار بگذارن، حتی از شهر بیرون کنن، که با مقاومت مردم مواجه شدن، شعار دادن، تجمع کردن در مسجد، دوربین در مسجد گشته بودن، دوربین رو مردم شکستن و به هر حال در انتها ناچار شدند که امام جمعه برگرده و روز گذشته نماز جمعه رو اقامه کرد. نکته سوم اینکه 6 تشکل مستقل کارگری، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران، سندیکای هیئت مؤسس، سندیکای فلزکار، مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با همدیگه اطلاعیه دادن و در اون به حق مطرح کردند که 7.5 میلیون کارگر کشور با حداقل دستمزدی که در سال 89 قرار داده شده بود، یعنی 303 هزار تومان، در حالی که خط فقر در کشور 1 میلیون تومان درآمد ماهیانه است، کاملا در زیر خط فقر به سر میبرد و خواهان اون شدن که در سال آینده با توجه به افزایش قیمت ها در همه ابعاد لااقل حداقل دستمزد بیاد بالای خط فقر که احتمالاً از 1 میلیون تومان هم به مراتب میره بالاتر. خانه کارگر هم که تشکل نیمه دولتی نیمه خصوصی میشه گفت هستش، جالبه که اونها هم گفتن که باید حداقل دستمزد برای سال آینده متناسب با تورم و شرایط کشور در نظر گرفته بشه. نکته چهارم این که هرانا خبرگزاری حقوق بشر گزارش داده از اینکه از ابتدای ماه دی تا کنون تا انتهای ماه دی که به پایان رسید 79 مورد اعدام در کشور بوده و از ابتدای سال 269 مورد اعدام داشتیم. دو عضو حزب پانیرانیست در اهواز دستگیر شدند، غیر از 4 نفری که قبلا دستگیر شدند. نکته پنجم این که اجلاس 5+1 با ایران روز گذشته در استانبول آغاز شد. ایران تصورش این بود که در مورد مبادله سوخت 2 شرط رو هم بگذاری، که توقف غنی‌سازی رو به اصطلاح ازش نخوان بلکه به رسمیت بشناسن غنی‌سازی رو، و دوم که تحریم ها رو لغو کنن. ظاهرا این اسباب خنده خانم کاترین اشتون شده بوده و گفته بوده که اساسا چون این چیزی مقدور نیست، بیایید حداقل با نماینده امریکا و نماینده های دیگه صحبت بکنید. و به هر حال همونجوری که پیش بینی میشد، بسیاری خبرگزاری ها هم نوشتند، اتفاق قابل ذکری نیفتاده و توافقی حاصل نشد. بعضی ها میگن اینکه ایران جلوی ارسال سوخت به افغانستان رو گرفته بوده، هم میخواسته که یک ابزار چانه‌زنی داشته باشه برای این مذاکرات، که اگر این فکر بوده فکر بسیار بچگانه بوده، چرا که حداقل خاصیتش این شد که آقای کرزای سفر به روسیه کرد و روس‌ها که بعد از شکست کمونیست‌ها در افغانستان رفته بودن، از افغانستان قرارداد بستن و سوخت در واقع از راه زمین قرار شده که از طریق روسیه به افغانستان برسه. نکته ششم اینکه آقای ولید جنبلات در لبنان به سمت حزب الله چرخیده و با توجه به 11 وکیلی که در پارلمان داره میتونن با حزب الله اکثریت داشته باشن. به این ترتیب دوشنبه آینده که قرار صحبت بشه معلوم خواهد شد که آیا دولت متمایل به حزب الله تشکیل میشه با چرخش آقای ولی جنبلات، یا باز هم در بنبست میمونه. اتفاق مهم در این منطقه انشاب آقای اهود باراک از حزب کارگر و آقای پرز و تشکیل حزب مستقل خودش به نام استقلال، که چون با آقای نتانیاهو در اسرائیل وحدت کردن و ائتلاف کردن، حالا کابینه سرکار در اسرائیل میشه گفت تا کابینه است امنیتی، نظامی و تندرو، خیلی هم ضد ایران هست.
نکته هفتم این که تونس در تونس اتحادیه سراسری کارگری که شاید مهمترین تشکیلات پشت مبارزات مردم هست 3 روز عزای عمومی اعلام کرده برای شهدای جنبششون و ضمناً از دولت خواسته که استعفا بده و دولت نجات ملی تشکیل بشه بدون عناصر حکومت آقای بن علی. شلوغی ها به اردن هم سرایت کرده، در اردن تظاهرات هزاران نفری بوده برای مقابله با نخست وزیر موجود و خواهان استعفای او شدن. در مصر هم تاکنون 7 جوان خودکشی کردن، شاید فکر میکنن مدلی مثل تونس میتونه در اونجا هم کار بکنه. نکته هشتم اینکه چین قرارداد خرید روزانه 460 هزار بشکه نفت رو برای 1 سال دیگه از ایران تمدید کرده، اما هند با ابلاغی که بانک مرکزیش کرده که مسئله انتقال پول ناممکنه، خرید نفتش از ایران به حال تعلیق در اومده. نکته نهم اینکه در سودان 99% نمایندگان، 99% 3 میلیون رای دهنده در جنوب سودان رای به جدایی دادن، و در ایران جالبه که در خط زنجیر نماز جمعه ها از جمله نماز جمعه اردبیل گفتن یک عده بی بصیرت در این به این رفراندوم در واقع رای دادن و بد و بیراه به مردم سودان گفتن. نکته دهم که آقا تهرانی که یک موقع معلم اخلاق دولت بود، پشتیبان دولت آقای احمدی نژاد، در مجلس هم پشتیبانی میکرد و سر آقای مشایی در واقع اختلاف پیدا کرده، مطرح کرده ایشون که آقای احمدی نژاد در جزء مسائل کشور اعتقاد داره که امام زمان دخالت میکنه و به دست امام زمان کشور اداره میشه. آقای قالیباف رو هم اجازه ندادند وزارت خارجه آقای احمدی نژاد که به واشنگتن بیاد، و میشه گفت که این اختلاف دولت و شهرداری که قبلا در مورد مترو خودش رو نشون داده بوده و مصوبه مجلس رو دولت اجرا نمیکنه، یک بعد دیگه ای هم پیدا کرد. نکته 11 این که اگر گزارش هایی میرسه برای مسابقه امروز ایران و کره جنوبی که آماده باش دادن به نیروها و نگران هستن که اگر ایران ببره برای شادی مردم بیان توی خیابون، ممکن است که شعارهایی داده بشه که نتونن کنترل کنن، بنابراین از ترسشون تجمع کرده. اما بحث آخر ما در واقع ادامه بحث دیروزمون، اون سوالی که یکی از دوستان از قول چندین دوست در واقع من نقل کردم، جنبندیش این که این اندکی صبر سحر نزدیک است، کی این حکومت در واقع به زیر میاد. من برای اینکه این سوال رو جواب بدم دیروز مختصر گفتم، امروز مجدداً یک مروری میکنم بر بحثایی که قبلا هم کرده بودیم، و اون این است که در میدون مبارزه‌ای که ما قرار داریم، یک حکومتی که فرض کنید یک دستگاه رهبری داره، حالا در ایران آقای خامنه‌ای، یک مقامات حکومتی هم از او چسبیدن و اطاعت میکنن، نخبگان حکومتی در واقع، یک ستونهایی مثل ستون مذهبی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، اداری، شاید بشه به این لیست چیزهای دیگه هم اضافه کرد، نگهدارنده اونن و اینها پایگاه قدرت حکومت. قبلا صحبت کردیم که معمولا در متدهای مبارزات خشونتبار سازمان مسلح یا چریکی سعی میکنه آدمهای توی این ستونها رو، حداقل رؤوسش رو بزنه، ترور بکنه تا برسه به رهبری، که معمولا این روش باعث میشه که اولا اون سازمان چریکی نخبه، بالاخره همه مردم نمیتونن اسلحه دست بگیرن و یک عده خاصی میشن، و دیگر اینکه اون ستونها در واقع هرچی بیشتر به رهبر و اون کانون قدرت نزدیک میشن برای حفظ خودشون. اما در مبارزات بی خشونت نکته اساسی این است که ما سعی میکنیم که اون مقامات حکومتی رو جدا بکنیم، اون ساختارهای حکومتی رو از اون کانون اصلی قدرت که اون رهبری هست مثل لایه‌های پیاز باز کنیم، و اون ستونهای قدرت رو هضم بکنیم در مردم، احاطه‌شون بکنیم با مشروعیت زدایی از حکومت و جلبشون در مردم. فرض کنید در ایران الان بخش مذهبی از حکومت کاملاً
مذهبی زدایی شده و همین دلیل هم آقای خامنه‌ای دائما در واقع میره قم میاد بلکه این رو احیا کنه، یا بخش فرهنگی مقدار زیادی در واقع عناصر اصلی فرهنگی آیکون‌های فرهنگی جامعه و حکومت پشت کردن، بخش امنیتی تونستیم شکاف‌های در سپاه درست کنیم، بخش اقتصادی به خصوص با بحران اقتصادی که در پیشه این جداسازی و شکاف در ارکان حکومت میتونه اتفاق بیفته، بخش اداری که دستگاه اداره کننده کشور هستش در واقع باید مشمول فلجسازی ما بشه، باید بتونیم با اکسیون‌های فلجسازی فلجش کنیم. حالا در این زمینه راه میونبری هم نداره کی ما به این اهداف میرسیم، چگونه این کار میشه، بحثیست که میتونیم فردا انجام بدیم. اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایران.